محمد جابرالعلی، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کویت، از صدور تصمیم تعویق برگزاری اولین دوره آموزشی داوطلبان زن متمایل به خدمت در ارتش این کشور تا زمان صدور فتوای رسمی در این خصوص خبر داد. این تصمیم در پی مخالفت با حضور زنان در ارتش و استیضاح وزیر دفاع در این زمینه صورت گرفته است. جابرالعلی با گروهی از علما و بزرگان دینی این کشور دیدار کرد و آنها بر لزوم رعایت مقررات فعالیت زنان در مشاغل نظامی تأکید کردند. وزیر دفاع کویت در آن جلسه با اشاره به اینکه پایبندی به احکام و مقررات شرعی دین اسلامی ما جایی برای هوا و هوسها و تمایلات شخصی ندارند، دستور تعویق برگزاری دوره آموزشی داوطلبان زن متمایل به حضور در ارتش را تا زمان صدور فتوایی از جانب وزارت اوقاف و امور اسلامی این کشور صادر کرد. وی در ادامه نسبت به الحاق اولین گروه از زنان پس از پاسخ مرکز صدور فتوای این کشور در چارچوب مقررات و احکام صادره در این خصوص وعده داد. 4 ژانویه 2022 همدان آزمی نماینده کویتی درخواست استیضاح وزیر دفاع این کشور را به دلایلی از جمله ورود زنان به ارتش ارائه کرد. این نماینده تصمیم وزیر دفاع این کشور را شوک آور برای مردم خوانده و گفته بود که ماهیت جامعه و شرایط ارتش را که بر اساس آرای شرعی با زنان تناسب ندارد در نظر نگرفته است. کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان در سال 2021 و قطر در سال 2018 مجوز ورود زنان به ارتش را صادر کردند.